شمدن جناب هاشمی با بحث ما. تشکر میکنم. در نخست سلام دارم حضور بیننده عزیز برنامه جهان نما. آقای هاشمی، پس از آن که حالا داعش در تکریت شکست خوردن، اینا از یک طرف دیگر شروع کردن در حومه اطراف شهر انبار که رمادی که مرکز ایالت انبار میشه پیشروی کردن، چی باعث شد که حالا از تکریت شکست بخورن و اینا بین از یک گوشه دیگر به پیشرویشون ادامه بتن؟ من ترجمتم قبل از پرداختن به پاسخ این پرسش، یک نگاه مختصر بیندازیم به موقعیت ژئوپلیتیکی فعالیت های داعش در کشور عراق و همسایه های کشور عراق. اگر ما عراق را بیاییم آستانهایش را مطالعه کنیم، از شمال گرفته تا قسمت جنوب، یعنی مسیر شمال تا جنوب، مسیر غربش ولایت‌های نینوا است، تکریت هست، امید به ترتیب که طرف جنوب میاییم آستان الانبار هست و تکریت هم در قسمت شمال تر از این، و کشورهایی که در این منطقه هم مرز است، در شمال و شمال غرب ترکیه هست، بعدش سوریه و بعدش عربستان. ما وضعیت داعش را امروزها در عراق خیلی مناسب نمیبینم و داعش در چندین مبارزه در واقع شکست های بزرگ را متحمل شدن از طرف نیروهای نظامی عراق و همچنان شبه نظامیان عشیره‌ای که در واقع از اقوام و قبایل که در مناطق مختلف عراق اینا دست به دست حکومت دادن و نیرو آماده ساختن برای مبارزه با داعش، اینا روزگار خوب نداره. و اما چطور پیشروی میکنن؟ حالا چند روستا را در حومه شهر رمادی مرکز ایالت انبار تصرف کردن. خوب جنگ است، یعنی بعضن موفقیت به دست میاره، بعضن شکست های رم متحمل میشه. اینجا ضعف نیروهای حکومتی عراق در کجا است که یک شهر را از دست نیروهای داعش بیرون میکشه و تصرف میکنه، اما یک چند روستا و شهر دیگر از دست میده؟ خوب قطعا توانایی های داعش در عراق قابل لمس است، یعنی باید مد نظر گرفته شود. داعش هم حمایتگرای خاص خود را داره، اونا منابع کلان مالی و تسلیحاتی را در اختیار دارن. یعنی فعلا حمایتگرانشان کیا هستن؟ خب فکر میکنم با توجه به موضوع داغ شدن یمن، بله، همچنان حمایتگرانشان از داعش اکنون هم ادامه میتن به حمایتشان و پشتبانشان؟ من ارتباط نزدیک بین شکست هایی که دی اواخر ما میبینیم داعش در عراق متحمل میشه، یک ارتباط نزدیک میبینم با جنگ هایی که در یمن فعلا جریان داره. یعنی از اینجا به صورت زمینی اینطور میشه آدم گفت که عربستان به عنوان یگانه کشوری که بیشترین کمک های مالی و شاید بعضا کمک های تسلیحاتی را هم برای داعش انجام داده باشه، امروز مصروف منطقه یمن هست و در اون منطقه بیشتر متمرکز است. یعنی خودشان از نیاز به کمک داره و از کشورهای دیگری میخواه که به اطرافشان بپیونده. حالا ما میبینیم عربستان این روزها میره دست به دامن کشورهای مثل پاکستان، کشورهای مثل افغانستان میره و بعضی متحدین دیگش و میخواین به نحوی در واقع حمایت اینا را جلب کنن در مبارزه با شورشیایی که در یمن علیه حکومت هادی می جنگه. و این نشان می ده که عربستان در واقع با مشکل جدی مواجه هست و کمی کم لطفی کرده یا داره در این روزها مصروف یمن می شه و داعش کم کم تمرکز رویش کم می شه. از این جهت من فکر می کنم نیروهای ارتش عراق و شبه نظامی های عشیره‌ای که در عراق علیه داعش می جنگن امروز ها موفقیت های خوبی به دست آوردن. حالا تکریت یکی از شهرهای خیلی عمده است، یکی از شهرهای بزرگ عراق است، در قسمت های شمالی بغداد که پایتخت است موقعیت داره. وقتی ما می بینیم داعش در منطقه شکست می خوره، در منطقه الانبار هم ما دیدیم هفته قبل خود آقای نخست وزیر عراق آقای حیدر علی بادی اینا رفتن و حمایت کردن و روحیه دادن سربازایشان را که ما تکریت را از دست شورش های داعش نجات دادیم و به زودی شما شاهد نجات دادن الانبار نیز خواهید بود. اما نه تنهایی که تصرف نکردن الانبار، بلکه چند روستا را در اینجا از دست دادن و پیشروی کردن داعش و این نخستین پیشروی داعش بعد از شکستشان در تکریت گفته میشه. یک مشکل اینجا وجود داره، وقتی ما ترکیبی نیروهای مبارز عراقی را مطالعه میکنیم، یکی ارتش عراق است که عملا با جنگجویان داعش میجنگه، در ضمن ازی بعضی شبه نظامی های هم است که اینا در واقع شبه نظامی های قبیله ای هستن.
اما رئیس هر قبیله نظر به توانمندیش آمده سرباز تهیه کرده و حمایت کرده از حکومت. علاوه بر اینا ما راپورهای رم داریم که مثلا عراق و ایران و بعضی سربازها را تجهیز کردن از افغانستان، مثلا سربازگیری کردن از مناطق مختلف و حزب الله لبنان هم ما شاهد ازی هستیم که نقش داره در مبارزه علیه داعش در کشور عراق. وقتی در مجموع این ساختار نظامی را ما مطالعه میکنیم، یک ایجاد هماهنگی بین این نیروها هم کار دشوار است. اگر صرف ارتش عراق در این جنگ در واقع طرف باشه کار ساده تر باشه شاید، اما حالا که چندین جناح داره جنگ میکنن یک دیدگاهی واحد شاید بین اینا وجود نداشته باشه. اما مهمتر از اون چیزی که من فکر میکنم در اینجا به عنوان یک نقطه ضعف برای حکومت عراق ایجاد شده، شبه نظامی های شیعی که در کنار ارتش عراق جنگ میکنه علیه داعش، اینا در منطقه الانبار یک مشکل را در واقع باش مواجه میشه و او اختلاف مذهبی است. منطقه الانبار به لحاظ ترکیب قبیلوی بیشتر پیروهای اهل سنت است و سنی مذهب هاست. اما در تکریت دیدیم که هم نیروهای حکومتی عراق از شبه نظامیان شیعه هم برخوردار بود و اهل تسنن هم دش بود و اونا به پیشرویشان ادامه دادن و موفقیت به دست آوردن و ایرا نخست وزیر عراق با فال نیک گرفت و گفت که با متحد شدن و همبستگی مذاهب مختلفی که در عراق زندگی میکنن ما میتونیم داعش را شکست بدیم. چگونه نتونستن که از همچه یک همبستگی با هم استفاده به وجه احسن را ببرن؟ قطعا دولت عراق نهایت تلاشش را مبذول بری میکنه که یک هماهنگی و اتحاد را بین تمام نیروهایی که علیه داعش در خاک عراق میجنگن ایجاد کنه. اما این سوال را شما پرسش میکنیم آقای هاشمی که راهبرد امنیتی دقیق آیا در اختیار حکومت عراق در حال حاضر هست که چگونه حرکت بکنن، از کجا حرکت بکنن که هم بتونن از نیروهای شیعه استفاده بکنن، از تسنن هم استفاده بکنن و دیگر مذاهبی که در عراق هست و هم بتونن از نیروهای حمایتی عراق استفاده بکنن و از طریق نیروهای ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا از طریق هوا استفاده بکنن؟ آیا یک راهبرد دقیق امنیتی اینجا در پیش خود دارن یا اینکه به گونه سردرگم فقط میخواین که یک شهر را به گونه کامل تصرف بکنن اما بی خبر از اینکه شهر دیگر را از دست میدن؟ ما سه شنبه همی هفته‌ای که در جریانش بودیم شاهد سفر آقای عبادی به ایالات متحده آمریکا و نشستش با آقای اوباما بودیم. چند چیزی که اونجا به عنوان خواست عراق خیلی کلیدی بود و باید مطرح میشد گرفتن حمایت های تسلیحاتی آمریکا بود، از او جمله یکی در اختیار قرار دادن هلیکوپترهای آپاچی و در ضمنش تیارات بدون سرنشین و مهمتر از او چیزی که باید رویش صحبت میکرد ایجاد یک استراتژی که هم آمریکا و هم عراق برای مبارزه علیه داعش و بیرون راندن داعش از خاک عراق اتفاق نظر داشته باشند، این موضوع رو باید رویش صحبت میکرد و باید به این نتیجه میرسید. نکردن صحبت. اما فکر میکنم آمریکا حالا این تحلیل شاید خیلی توهم زده به نظر برسه، اما عملا اکثر تحلیلگرا به اتفاق نظر هستند که آمریکا در مبارزه علیه داعش خیلی صادق نیست. یعنی مواضع اعلانیش یک چیز هست اما عملا وقتی اعمال میکنه سیاست هایش را در منطقه چیز دیگر است. حالا برای آمریکا شکست دادن داعش در عراق شاید کار خیلی دشوار نباشه، حداقل اگر امروز ها ما شاید حمایت های هواییشان هستیم از ارتش عراق، اما عملا تسلیحات در اختیار دولت عراق نگذاشتن و این بیشترین کمک ها در واقع از طرف ایران بوده که در اختیار ارتش عراق و شبه نظامی هایی که عملا با داعش در منطقه می جنگن. خب وقتی ما یک ارتش ترکیبی با این شکلی که در عراق جریان داره، یعنی یک ارتش منظم یک کشور است، دیگه یک جریان دیگه از لبنان آمده حمایت میکنه و یک جریان دیگه از عراق آمده، از نقاط مختلف هم سران عشیره ها و قبایل یک نیروهای خرد و کوچک نظر به توانمندی های خودشان شکل دادن، اینجا ایجاد یک اتفاق نظر و وحدتی نظر به خاطر مبارزه فکر میکنم عملا کار خیلی دشوار باشه و به عنوان یکی از ضعفا در مبارزه علیه داعش در عراق به اثبات رسیده و عملا ما شاهدش بودیم در آخر. و این بستگی داره به سیاست خارجی حکومت عراق که چگونه سیاست را اختیار بکنه تا هم بتونه از فرصت هایی که در اختیارش هست جلب توجه بکنه ایالات متحده آمریکا و همکاران غربی شه و همچنان از همسایگانی که در نزدیک عراق هست هم استفاده بکنه مانند ایران. حالا این بستگی داره به کارکرد حیدر العبادی که چگونه بتونه
حمایت کشورهای مختلف جهان را به دست بره. همچو یک مهارت را در وجود آقای بادی میبینین که اونا بتونن از فرصت ها استفاده بکنن؟ خوب ما در بحث استراتژی های کلان که در سیاست خارجی ما مطرح میشه مؤلفه های مختلف داره، یعنی یک مؤلفه فردی در واقع به تنهایی نقش ایفا نمیکنه، ما مؤلفه های فردی از ساختار حکومت، از ساختار اجتماعی و در واقع منابع و در مجموع یک مجموعه از عوامل است که تاثیر میگذاره روی این ساختار. اما خود آقای عبادی یعنی توانمندی را داره، وقتی ما میبینیم به عنوان نخست وزیر یک کشور عملا میره در جبهه جنگ و روحیه میت سربازایش را و نوید میت میگه که به زودی ما مناطق بیشتر را تصرف خواهیم کرد و همین که در سیاست خارجی کردستان را به دست آوردن، بله همین که ما میبینیم عملا در سیاست خارجیش هم خیلی فعال و در واقع دینامیک عمل میکنه، میره آمریکا با آقای اوباما روی از این موضوع صحبت میکنه، میره با رئیس کردستان اقلیم کردستان صحبت میکنه و در مجموع نشان میده که آدم فعال است و در پی حل موزل است و جدی تلاش میکنه. اما و تیم همراهش را چگونه بررسی میکنین شما؟ خب در مجموع اما ساختار حکومتی که فعلا در عراق موجود است اتفاق نظر دارن و باید هم داشته باشن. این داعش یک تهدید ساده و سطحی نیست که باید در واقع برخورد کنه. داعش حالا به عنوان یک تهدید جهانی مطرح میشه و اولین زادگاهی که اینا آغاز کردن این منطقه عراق و سوریه بوده و از او جهت است که مبارزه جدی حس میشه. اما فرصت هایی که عراق در اختیار داره فکر میکنم فرصت های طلایی است. از یک جهت ما میبینیم در مورد چه استفاده بکنه از این فرصت ها؟ خب این بر میگرده به مدیرانی که حکومت عراق را در واقع رهبری میکنه، خود آقای عبادی و دیگه کسایی که از دستگاه سیاست خارجیشون را سیاست داخلی را اداره میکنه، به اونا بر میگرده. یعنی فرصت است که اگر استفاده نکنن دیگه بر نخواهد گشت این فرصت طلایی برای حکومت عراق. البته یک برای خودشون در حد نیاز هست، یعنی مجبور هستن عراقی ها امروز نهایت تلاش خود را کنه به خاطر از بین بردن داعش. اما فرصت ما از این جهت میگم که متحدین خوبی را میتونن جلب کنه علیه داعش. ببینین ائتلاف جهانی که بر رهبری ایالات متحده آمریکا علیه برای مبارزه علیه داعش در عراق شکل گرفته، اگر بتونه آقای عبادی و تیم سیاست خارجیشان فعالانه در عرصه کار کنن میتونه حمایت های کلان را در سطح رابط بین الملل از قدرت های جهانی کسب کنن، به خاطر که داعش امروز به عنوان یک گروه افراطی و گروه تروریستی برای همه شناخته شده هست و هیچ کشور عملا از داعش حمایت نمیکنه و در واقع نقد میکنه سیاست های داعش را و عمل کردش را. از این جهت است که اینا اگر از این فرصت ها استفاده کنه میتونه در ائتلاف سازی و در جلب حمایت های تسلیحاتی حمایت های مالی کمک کنه. اما این پتانسیل در درون عراق است که اگر فرض کنیم این توانمندی ها در اختیار دولت عراق گذاشته شود، عراق بتانه داعش را شکست بده، به خاطر که داعش صرف از دو نقطه وارد عراق میشه، یعنی یک مرز مشترک با سوریه و دیگه مرز مشترکش با عربستان سعودی است. ما از مرز سوریه اگر از دو جهت بالای داعش فشار وارد شود، هم از طرف دولت سوریه و هم از طرف دولت عراق، به زودی میتونیم که در واقع همون نطفه های اصلی داعش را از این منطقه برداریم. اما صرف میمونم مرزهای عربستان که عربستان هم درست است شاید حمایت های مالی خود را و در سطح حمایت های نظامی هم بعضی کارها را بکنه برای داعش، اما عملا در درون خاکش نمیگذاره که داعش بیه و با پایگاه ایجاد کنه، بخاطر که باز برای امنیت ملی و امنیت داخلی خود عربستان تهدید کلان محسوب میشه. از اون جهت من میگم این فرصت هایی که در اختیار دولت عراق هست خیلی فرصت های طلایی هست. ما میبینیم که ترکیه هم به نحوی تمایل داره از کردهای شمال عراق حمایت کنه و این در واقع میتونه یک قسمتی از سنگینی امی بار به نام داعش را از سر دولت عراق ورداره. در کنارش حمایت هایی که و اتفاق نظری که در واقع بین ایران و آمریکا وجود داره، امروز ما میبینیم که هم ایران از عراق حمایت میکنه و قدرت های جهانی در واقع وقتی عملا با ایران درگیر است این نکته را نادیده میگیرن، از جهت دیگه آمریکا هم ائتلاف تشکیل داده. اما در این که آمریکا واقعا صادق هست در این ائتلاف سازیش، این یک موضوع است که شاید برای ما در مجموع شرقی ها فکر میکنن آمریکا یک کشوری است در پای امو قدرت هژمونیش است، اما عملا اگر ببینیم چنین هم اتفاق افتیده در خاک عراق، عملا ما دیدیم که آمریکا کار عملی را انجام نداده. ما قبل از وخیم شدن اوضاع در عراق شاهد
وعده های آمریکا و در واقع یک قسمت کلانی از پولی که برای خرید تسلیحات به آمریکا پرداخته میشد در عراق صورت گرفته، اما عملا امروز او خواستهای تسلیحاتی که عراق داشت در اختیارشون گذاشته نشده و این در واقع عدم صادق بودنش را به نحوی میتونه نشان بده. وضعیت امنیتی و سیاست خارجی عراق را مورد بررسی قرار دادن شما، اگر به این بحث وضعیت اجتماعی مردم عراق را یک بازنگری بکنیم، فعلا مردم عراق در چه وضعیتی به سر میبرند و چقدر امیدوار برای یک زندگی آسوده و رفاه هستند در چنین یک اوضاع پرآشوبه که هم از سوی داعش تهدید میشن و هم این حملات هوایی و زمینی که صورت میگیره، چقدر روزگارشان به تنگ آمده؟ هر کشوری که و هر مردمی که با تهدید مثل داعش که امروز افکار عامه جهانی را طرفش جلب کرده و همه را نگران ساخته، عملا باید یک تهدید مواجه باشه، قطعا که نگران هست و قطعا که وضعشان خوب نیست، یعنی به لحاظ روحی اونا خود را باختن. اما در عراق آستانها فرق میکنه و مردمش هم فرق میکنه، یعنی بعضی مناطق در مجموع مناطق غربی عراق که در تهدید مستقیم داعش قرار داره، اینا نه تنها که نگران نیست، همه روزه داره فرزندایش را از دست میده. ما شاهد سربریدن 300 نفر از اعضای قبایلی که در منطقه الانبار زندگی میکنه در این اواخر هستیم که توسط سربازای داعش در واقع اونا سربریده شدن و این نهایت وحشت است. اما مناطق شرقی که اونا در واقع از این تهدید کمی دورتر هست، خوب است. در مجموع وضع اجتماعی عراق خیلی وخیم است، یعنی عملا با جنگ مثل در جنگ با گروهی مثل داعش مواجه است و این در واقع وضع اجتماعی فرهنگی و در مجموع و با کلانتر از اون بحرانی را که میبینم مردم عراق با ایش مواجه است، نه تنها مردم عراق بلکه تمام مدنیت شرق، ای پاس نگذاشتن به ارزش های فرهنگی مردم هست. ما میبینیم که داعش سربازای داعش عملا می آبدات تاریخی که خیلی ارزشمند است و نه تنها برای عراق بلکه برای همه جهانیان ارزشمند است، اینا رو ویران میکنی کلان تهدید است. سپاسگزار هستم از شما سید هاشم حسینی، استاد دانشگاه و آقای خاورمیانه، برای بحث بیشتر با ما بودین. شما هم چه سپاسگزار هستم. و بیننده های عزیز، پس از وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.